Bia, bia bro. دوستای گلم سلام، امیدوارم خوب باشید. در کهتویه زیبا هستیم، شب رو در جناح خوابیدیم. مهمان نوازی جناحی ها همیشه زبان زده. ما الان داریم میریم برای تو سس محیاوه رو بگیریم و همینطور ممخ که بسیار معروفه. با من همراه باشید، امروز کلی گزارش داریم. سلام. خوب هستی؟ حالا شما خوبه؟ خسته نباشی. مرسی شما. خب فکر کنم اینجا همون جاییه که قراره محوه یا محیاوه و ممخ رو با هم دیگه درست کنیم. بریم که من کلی هیجان دارم. اصلا کل این سفر اومدم که این ممخ رو پیدا کنم. بفرم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبین؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. شما. بزرگوار بانی زحمت. سلام. سلام، خوبی؟ سلام. نونه شیا داره؟ بله. نونش چه فرق میکنه با مثلا رگات؟ نونه؟ بله. بولیتا چه فرق شد؟ با چه؟ بولیتا. بولیتا خیلی فرق شد. فرق شد؟ بولیتا اردوش اردو یکی بوده که پختش بعد باب روغن اردوش چطور نه علیم ترک نه این چیه؟ این روغنه روغنه؟ این مهویه یکی. آها بله. فلزین روغنه جناح فرق به به دست شما رو نکنه بچه. این همون نون فلزین معروف جناحه که با در واقع روغن و مهوه هستش. یه مدل هم ساده داره، تستش کنیم ببینیم چی جوریه. واو بچه ها، نون به این خوشمزدگی نخوردم تو عمرم تمام. خیلی خوشمزدگی کنم. سپیدام بابام بود به مامان مهین بهش میگفت سپیدام. بچه این آب انبار معروف این منطقه است که اینو ساختن مخصوص حیوانا. این هم نمونه ای. این برای حیوان هست یا اون برای؟ این هم که آب انبار معروف حتی پشای اصل. این آب انباری که آب بارون که میاد، هر وقت آب بارون میاد میخوره به این چیزا، دامنه ها از اینجا حالا که جویبار بیاد پایین برکه پر میشه. ما به آب انبار این برکه. خب دوستای گلم، این در واقع چرخ و فلک اینجاست و بسیار هنرمندانه قرار شده میسیز بشینه اونجا. من که بشینم میسیز بیا آسمون. من شوخی کردم. کمال شاکه من قرار بشینم. همزمان باید بشینیم پگاه پاهمون هم بدیم بالا. بفهم. پس فقط لطفا همون 10 ثانیه نگه دارید. ببخشید من معذرت میخوام. ببخشید تو رو خدا. بچه با بدبختی میسیز داریم سمارم. چیز کنی تو رو خدا. چون من اوکی نبودم روشا نگه یه دو چرخونده این دیگه نچرخونده باشه؟ باش یک دو
بگو پاتو بده بالا. خوبه 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 دیگه نچرخونی. نه نه من سرگیش میدم. باش بگو خوبه خوبه مرسی نچرخونی لطفا. نه 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 من سرگیش میدم مرسی. هنوز تون نرفتم. خوبه نه مرسی. خوبه به خدا نچرخونی. سرپشا. نه. خوبه مرسی وای نه. وای وای نه نه من سرگیش میدم. باشه باشه باشه. با چی سرگیجه ای؟ وای سرگیجه گرفتیم. خب اینجا یه قاره مرموزه که قراره داخلش براتون محیاوه یا محوه و همینطور ممخ رو درست کنیم که بسیار معروفه در این منطقه. اینجا جناح کهتویه کلی گذاشته. بچه این همون ماهی ساردین معروفه یا به زبان گویش محلی میگن هشنه؟ بله. که در واقع اینو قشنگ میشورنش، بهش نمک زیاد میزنن و نزدیک 3 ماه طول میکشه تا به این حالت در بیاد. یه بوی بسیار قوی داره. خیلی قویه. بچه من رو گیج کرد بخوانم. اینو ببین. و الان قراره براتون این چی بود اسمش؟ خندر. خندر. خندر خندر از چی درست میشه؟ گیاهه. گیاهه. گیاه محلیه. بله. که اینو در واقع تفتش میدیم. اول ریزه. اوناش ریزه. بعدن دیگه تفتش میدن، دیگه میبرن آسیا. دیگه نرمش میکنن. چه جاله. دیگه بعد با این مخلوط میخوریم، مخلوط درست میشه. به این میگن ممخ دیگه، درسته؟ ممخ، بله. بعد یه سس دیگه هم من دیدم که با نون استفاده میکردن، اونم ممخ بود. همینه؟ یه بله، سس بله، دیگه بله. که نون میزدن توش. بله. اینه. همینه. بله. چه جاله؟ یعنی این همیشه هم میشه با نون خورد، هم میشه با اون ترکیبش کرد. با نون روغنی. میشه ممخ. چه جاله؟ این اگه همینجوری بخوری میشه ممخ. آها. اگه با اون مخلوط با خندل مخلوطش کنی میشه مایوه. آها. چه جاله؟ بله. بسیار شروع کنیم. آماده هست حالا. خب حالا چجوری؟ حالا باید ببرم باب نه نرمش کنم. خب بریم. دیگه میذاریم و یک 3 روز تو آفتاب میذاریم. آها. پس هنوز آماده نیست. بعد از 3 روز دیگه استفاده میکنیم. آها. پس الان قابل استفاده نه، نیست. نه. بعد با اون ماهی یک بوی میده. آها. اولی که اولش بوی. آها. بله. بعد اون ماهی که بیرون مونده چطور؟ یه بیرون مونده. اینو دیگه بیرون. بله. دیگه استفاده نمیشه. آها. آه. تو یک شیشه میکنیم و تو آفتاب میذاریم. بعد دو روز سه روز دیگه میذارین استفاده می کنیم. این هم که ممخ مونه دیگه. بله ممخ. این آسیو به گندم چش می کنم. نرم.
دوستای گلم سلام، امیدوارم خوب باشید. در جناح هستیم و قراره براتون تحچین جناحی معروف رو براتون در واقع بپزیم و طرز تهیهش رو بهتون نشون بدیم. تحچین بسیار خوشمزه، این تحچین رو از دست ندید. این پت نده جریانش این بوده، صحبت شاید بیش از 100 سال قبل از این که یه جناحی تو کشور بحرین یه کافه داشته، کافه هایی که لوبیان و خود چای شیرکا و نسکافه اینا درست میکنن. بعد یه عربی میاد اونجا که غذا بخوره، میگه غذا نداری؟ میگه که نه غذا تموم شده. میگه بوی میاد، بوی خوبی میاد. میگه این غذایی که من برای خودم درست میکنم، برای نوار خودم، اونجا نوار بخورده. میگه چیه؟ بذار تو منم بخورم. بعد بهش میده میخوره، میگه عجب چیز خوشمزه‌ایه، این چیه؟ میگه برنج و گوشت محلی ماست، هنوز اسمش پتنده نذاشته بوده. گفتم پت یعنی ته، نده یعنی گذاشتن، یعنی چیزی که غذایی که گوشت رو ته دیگ میذاری. خلاصه اون مردی میخوره میگه خیلی چیز خوشمزه، این فردا برای من درست کن، به خانواده میایم. یه یادداشت هم میذاره، میگه برای تعداد درست کن. میره پسرش، اون مرده که رفته بوده بیرون، پسره میاد میگه بابا این من به بابای به پسره میگه، میگه من که سواد ندارم، یه شیخی اومد، یه عربی اومد، این کاغذ گذاشت. میگه اون میدونه کیه؟ این پسر شیخه، شیخ آل بحرین، آل زمان قدیم. میگه گفته این غذا که امروز به من دادی درست کن. خلاصه درست میکنه، بعد معروف میشه اونجا دیگه، معروف میشه، میاد جنا، میاد جنا، این غذا رو میاره اینجا تو جشنا. چون گوشت زیادی مصرف میکنه این با غذای پتنده یا همون تحچین، اعیان و اینا درست میکردن، یعنی آدم های خاصی درست میکردن برای این پتنده، این گوشت، این برنج و گوشت. Felezin. میذاریم 6 ساعت بمونه بعد میکنم. خب دوست گلم، برای پتنده جناحی در واقع پودر لیمو امانی لازمه، پودر دارچین، پودر هل و همینطور نمک که با گوشت در واقع مرینیت میشه و 5-6 ساعت میمونه تا گوشتمون آماده در واقع پتنده بشه برای پخت و همینطور در واقع ساعت ها فکر کنم خودش یه جورایی پخته میشه با این ادویه ها، درسته؟ تقریبا 4-5 ساعت بمونه دیگه. بله. بریم با هم تا مراحل بعد رو براتون بگیم. زدم داغو کردم.
کردی باز کار بچه ها پتنده جناحی داریم بریم درستش کنیم با رقص میگن انرژی مثبت میاد تو غذا جناحی که بسیار خوشمزه است، سیب زمینی داره، گوشت بسیار خوشمزه و برنج و نخود و اینها که توی دستور کار دیدید. آماده این؟ بله. شما آماده این؟ همه با هم حمله کنیم؟ بله. بریم؟ دوستان آماده این؟ بله. شما شروع کنیم، ما هم شروع کنیم. یک.